در مسیر خوشبختی قسمت 96 جای سالم مون تو بدنت، میگرنت کم بود، خودتو ناقص کردی تا آخر عمر. مانی بلند و مستانه خندید. آره خداییش کل دنیا رو بگردی، شوهر از من اوراق‌تر پیدا نمی کنی. خودم انداختم تو بغلش و محکم فشارش دادم. من خر عاشق همین مرد اوراقیم. کاش این 3 سال نبود مانی. اگه نبود هیچ وقت قدر همون نمی دونستیم. هیچ وقت نمی فهمیدیم که تا این حد به هم وابسته ایم و بدون هم زندگیمون پوچه. همونطور که مشغول نوازش موهام شد گفت حالا من دلیل داشتم برای جلو نیومدنم. توی نامرد چرا یه خبر از من نگرفتی؟ مانی گفتم که من منتظرت بودم. به ظاهر جوری رفتار می کردم که یعنی دیگه ادامه این زندگی غیر ممکنه، ولی تمام وجودم به سمت تو کشیده می شد. اما این وسط یه چیزهایی باید به هم ثابت می شد. من حتی منتظر یه تماس کوچیک از پدر و مادرت بودم برای پا پیش گذاشتنت، ولی هیچی به هیچی. من خبر نداشتم که تو این 3 سال یک پات در خونمون بوده. فکر می کردم دیگه ترسیدی جلو بیای. فکر می کردم فراموشم کردی. مانی من خیلی تو راه این عشق خطر کرده بودم. حق بده بهم که چشمم ترسیده باشه از تکرار اتفاقاتی که زندگیمو زیر رو کرد. با وجود این همیشه منتظرت بودم. بینیمو کشیدم بالا و با پررویی گفتم میدونی چند تا خواستگار رنگ و رنگ جلوی در این خونه صف کشیده بود؟ من به تو امید داشتم که اونا رو رد می کردم. مطمئنی ردشون می کردی؟ مگه شک داری؟ پس چرا کار به جایی می رسید که من باید وارد عمل می شدم؟ از همونجا سرمو بلند کردم و خیره شدم بهش. یعنی چی؟ یعنی آنقدر سیریش بودن که با یک بار گفتن تو نمی رفتن. واسه همین من پاشونو می بریدم از زندگیت. ماتم برد. پس دلیلش این بود که آنقدر زود پا پس می کشیدن. منم چقدر دلمو خوش کرده بودم که حرفم برو داشت و کلامم قاطع بوده که حرفی روش نیاوردن. مانی تا کجاها تو زندگی من نفوذ داشت؟ مانی تو انقدر نزدیک بودی به من و من هیچی نمی دونستم. باید نزدیک می بودم تا می تونستم از خانومم مراقبت کنم تو این شهر غریب، یا نه؟ دیگه چیا رو می دونی؟ دیگه این که یه مهندس سرجو نام بی پدر مادری هست که من تا امروز به زور خودم رو نگه داشته بودم که نرم و دهنش رو سرویس نکنم، ولی امروز یه دلیل محکم بهم داد. مانی قیافه ماتم زده منو میدید و سعی میکرد با حرفاش منو از ناراحتی در بیاره، ولی اشکای همیشه دم مشک من بازم راهشونو پیدا کردن و با ناراحتی گفتم منو ببخش به خاطر قضاوت‌های اشتباهی که درباره‌ات کردم تو این مدت. لبخندی رو لبش نشست که تلخ بودنشو با تمام وجودم حس کردم. منو از خودش جدا کرد و صورتمو با دستاش نگه داشت. حین پاک کردن اشکام نگاه آشفتشو بین چشمام چپ و راست کرد و گفت تو حق داشتی که قضاوت کنی لیا، حتی به اشتباه، ولی من هیچ حقی نداشتم چون بدترین قضاوتو در حقت کردم. من الان دیگه به جایی رسیدم که حتی اگه خدا هم بیاد پایین از تو بد بگه قبول نمی کنم. زن من، عشق من، ناموس من، پاکترین موجود روی کره زمینه. از حالا به بعد شاید به چشمام شک کنم، به گوشام شک کنم، ولی به تو نه، دیگه نه. مطمئنم جواب این اعتمادم رو می گیرم. منم خیره به چشماش بودم که یهو کاسه چشمش پر شد و جلوی چشم من 2 قطره اشک ریخت پایین که همون 2 قطره خار شد و تو قلبم فرو رفت. لیا، از حالا به بعد جواب همه مانی گفتنات فقط و فقط جانمه. جواب دوست دارمات
عاشقاتم، محال غیر از اینا چیزی از من بشنوی. دیگه میشکنم دستی رو که رو تو بلند بشه، میبرم زبونی رو که به تو بد و بیراه بگه، میکشم کسی رو که بهت بد نگاه کنه، به خاک سیاه میشونم اون حیوانی رو که قلب مثل آینه صاف تو رو بشکنه، نابود میکنم کسی رو که اشک تو رو در بیاره. لیا، اون مانی که 5 روز از عمر تو برات جهنم کرد، اون موقعی که تو کما بودی مرد، تموم شد، نیست و نابود شد. اینی که الان رو به روته حاضره تا پای جونش قسم بخوره که تا عمر داره فقط بهت عشق بده، امید بده، زندگی بده، علاقه بده. این حرفا حرفای یه عاشقیه که غرور و خودخواهیشو به عشق ترجیح داد و پایه‌های اعتمادش سست بود، نیست؟ حرفای مردیه که 3 سال به پای کسی که عاشقش بود موند تا ثابت کنه زندگیش فقط با اون معنا پیدا میکنه، نه هیچ بنی بشر دیگه ای. حالا تو با منی که خط به خط 4 سال گذشته رو دفتر زندگیم و با یاد تو نوشتم و پر کردم ازدواج میکنی؟ چی میگفتم در برابر این همه ابراز احساسات؟ همین قطره های اشک مانی که داشت جگر منو خون میکرد برای باور عشق و دوست داشتنش کافی بود، برای باور از بین رفتن غرورش کافی بود. دیگه میتونستم به قطعیت بگم مانی برای هر کسی هم که غرور داشته باشه برای من نداره. دیگه چی میخواستم از این بیشتر؟ مرد من 3 سال منتظرم مونده بود تا 5 روز سخت زندگیمو از یاد ببرم. باید مدال طلای صبر بدن به همچین مردی که 3 سال از خونه و زندگیش، خانوادش بریده و تمام هم و غمشو گذاشته رو جبران گذشته و تو این راه از هیچ تلاشی دریغ نکرده. دولا شدم و رد اشکای روی صورتشو با عشق بوسیدم. مقدس بودن این اشکا برام واقعی بودنشو با بند وجودم حس می کردم. منم تو رابطمون کم اشتباه نکردم مانی. هر دوتامون محکوم شدیم که به یه نحوی تاوان اشتباهاتمونو بدیم، ولی الان خوشحالم از اینکه این تجربه ها باعث شدن تحت هیچ شرایطی همدیگر رو نرنجونیم و برای داشتن هم تلاش کنیم. من به این شوهر اوراقیم خیلی وقت بله گفتم عزیزم. دستای مانی دورم حلقه شد و من تو آغوشش غرق شدم. چقدر لذت بخش بود رسیدن دوباره به این آغوش گرم و پر از امنیت بعد از طی کردن مسیری پر فراز و نشیب. حالا چقدر بیشتر قدر این آغوش رو می دونستم. انگار برای من ساخته شده بود، نه هیچ کس دیگه ای. حالا دیگه به جایی رسیده بودم که دلم می خواست برای همه کسایی که دوست داشتن طعم خوشبختی واقعی رو بچشن همچین تقدیری آرزو کنم. شاید تلخ باشه و گزنده، ولی حس اعتماد و امنیت بعدش به شیرینی شهد گله. دوباره تو آغوش هم فرو رفته بودیم که مانی گفت یکی از سوالاتو جا انداختی که البته خوشحالم از این بابت که فراموشش کردی. چه سوالی؟ صداش می لرزید از روی خشم و عصبانیت وقتی گفت سامیار. نگاه متعجبم و دوختم بهش. مگه تو خبر داری ازش؟ اعدامش کردن. چی؟ لبخندی به حیرت و ناباوریم زد و گفت نه به خاطر بلایی که سر ما آورد، که اگه قدرت و مدرک درست حسابی داشتم به خاطر همین غلط اضافهش میکشوندمش پای دار. پس به خاطر چی؟ تو کار قاچاق دختر بوده، چند موردم سابقه تجاوز. جالبه بلایی سر اون دخترایی که بهشون تجاوز کرده آورده بود که همشون بعدش خودکشی کردن. خانواده هاشونم ازش نگذشتن.
و تا پای اعدامش رفتن. تنم یخ کرد. چی داشت می گفت؟ یعنی سامیار همچین آدمی بود؟ یعنی با این نقشه ها می خواست منم به همچین جایی بکشونه؟ پایان کار منم می شد تجاوز، می شد خودکشی. خدایا شکرت که به هم رحم کردی. میتونست خیلی اتفاق بدتر از این تو زندگی من بیفته، میتونست منو به نابودی بکشونه. شاید برای تو اون زمان من سختی میکشیدم، شاید تقدیرم این بود که یک دوره زندگیم زیر روشه. این روزا حتی به مراتب بدترش تو زندگی همه هست. من باید خدا رو شکر کنم که خدا روزهای به مراتب شیرین تر از قبل رو تو تقدیر من گنجونده که تلخی گذشته رو از ذهنم پاک کنه. شاید اگه هر کسی بتونه تو زندگیش یکم صبور باشه، خدا به هر حال یه جایی از یه طریقی روزهایی که حقشه تو زندگیش تجربه کنه رو حالا به خاطر حماقت خودش یا کینه بقیه ازش گرفته میشه رو بهش برگردونه. تو اینا رو از کجا فهمیدی؟ خبرها رو میسم بعضی وقتا هم وحید به گوشم میرسوندن، ولی وقتی فهمیدم قرار اعدام بشه خودم رفتم که ببینمش. چرا وقت تو برای اون آدم حروم کردی مانی؟ نمیخواستم هیچی ازش بپرسم دیا، با اینکه هنوز خیلی چیزا برام مشکوک بود و نمیدونستم اون حرومزاده از کجا فهمیده بود یا ازش استفاده کرده بود، ولی فقط میخواستم برم بهش نشون بدم که من هنوز روپامم، هنوز انگیزه دارم، هنوز عشق تو توی قلبمه. میخواستم بهش نشون بدم که نقشه‌اش شاید 5 روز منو کرد یه عوضی، ولی عشق تو رو بیشتر و بیشتر تو وجودم شده بر کرد. شاید اصلا باید ازش ممنون باشیم که انقدر ما رو عاشق‌تر کرد و باعث اعتماد فولادی شد. ولی وقتی رفتم دیدمش خودش بود که یه سری حرفا رو به هم زد. قضیه عقیم بودنم و از آدماش که تو آلمان منو پیدا کرده بودن و احتمالاً از زبون کارکنای بیمارستان بیرون کشیده بودن فهمیده بود. دختری هم که از پشت تلفن صداشو شنیدم و فکر کردم تویی. نفس عمیقی کشید با یادآوری اون روزای سخت و گفت: مهسا مهاجر رو میشناسی؟ متعجب از اینکه مانی این اسمو از کی شنیده گفتم: آره، یکی از بچه‌های دانشگاهمون بود. میگه استاد تقلید صدای بچه‌های دانشگاه بود و تو دانشگاه معروف بود به همچین چیزی، از اون استفاده کرد. لیا، خنده هاش با خنده های تو مو نمی زد. مانی راست می گفت. مهسا چند بار جلوی خودم ادامو در آورده بود و من چقدر اون روزا به کاراش می خندیدم. دیگه نمی دونستم یه روز از این طریق بدترین ضربه رو به من و عشقم می زنه. بعدن فهمیدم که اونم یکی از همون دخترایی بوده که دوتا دستامو گرفتم جلوی دهنم و حقیقم رو خفه کردم. یعنی مهسا هم خودکشی کرده؟ سامیار چی کار کرده بود؟ خدا چجوری میخواست اونو مجازات کنه با این همه داغی که رو دل پدر و مادرها گذاشته بود؟ چجوری یه آدم میتونه به این درجه از رذالت برسه؟ با فشار دستای مانی دوباره به آغوشش برگشتم و صدای ملایمش گوشم رو نوازش کرد. دیگه بسه خانومی، هرچی گریه کردی بسه. اشکای تو دنیای منو زیر رو میکنه لیا. بهت قول میدم از این به بعد کاری کنم که اشکات فقط برای خنده و شادی از چشمای نازت بیاد بیرون. دیگه نمیذارم، دیگه محال بذارم چیزی باعث شه حتی تو بغض کنی از ناراحتی. آنقدر حرفاش و نوازشش آرامش دهنده بود که من خیلی سریع آروم گرفتم تو بغلش. صدای تاپ تاپ قلبش درست زیر گوشم بود. حتی سرم با همه تپشش یه تکون کوچیکم میخورد و من چقدر به شنیدن این صدا محتاج بودم. مانی،
جان دلم آروم شدی؟ یعنی چی؟ نمیدونم، احساس میکنم خیلی آرومتر از قبلی. دوست دارم این آرامش تو، چون منم آروم میکنه. لیا، ضربه زیادی خوردیم از کنترل نکردن خودم و موقع عصبانیت. یه آدم باید دیوونه باشه که از یه سوراخ دوبار گزیده بشه. منم تو این مدت گشتم و تمام اشتباهات گذشتم و گذاشتم جلوی چشمم و دونه دونه از وجودم پاکش کردم. راستی دیگه سیگارم نمی کشم. راست میگی؟ بله دیگه، دیدم خودم که اوراقیم. زنم از خودم اوراقی تر. گفتم بذارمش کنار تا از یه ور دیگه یه درد و مرض به جونم نیفتاده. خیلی کار خوبی کردی مانی. اینجوری من خیلی بیشتر دوستت دارم. همونطور که با انگشتش خطای فرضی رو پشتم میکشید گفت، فقط باید بگم که آرامش من تا یه زمانی دووم داره. گفته باشم. سرم و از رو سینهش جدا کردم و صاف نشستم. منظور؟ یعنی شوهرت هنوز همونقدرها سکسیه؟ با اینکه دلم ضعف رفت براش، ولی پشت چشمی نازک کردم و گفتم ایش، یکم تحویل بگیر خودتو. تو کسری از ثانیه صورتش تو گردنم فرو رفت و من قشقش شروع کردم به خندیدن. خنده های از ته دلی که 3 سال از لبام پر کشیده بود. خنده هایی که با مانی تموم شده بود و حالا دوباره با مانی شروع شده بود. منو رو همون مبل خوابوند و خودشو کشید روم. تمام صورتمو بوسید. بوسه های ریز و نرم، انگار که داشت با لباش ماساژ میداد عضلات صورتمو. چنان رغبتی به هم دست داد که دلم میخواست همونجا بخوابم. آرامش از این بالاتر تو زندگی؟ میدونستم منم باید جبران کنم، ولی خودخواهی بود که تحت هیچ شرایطی نمیخواستم اون آرامش از من گرفته بشه و حالا حالاها ادامه داشته باشه. با همون بوسه های ریز رفت تا کنار گوشم و با زمزمه ای که تنم و مرمور میکرد گفت، کوچولوی من هنوز از این کار خوشش میاد یا نه؟ تا بیام معنی حرفشو بفهمم، لاله گوشمو به دهن گرفت. تمام تنم یهو داغ شد و به نبض افتاد. نفسام کشدار و حتی صدادار شده بود. قلبم که دیگه هیچ، داشت میرخصید تو سینه‌ام. هیچ دلواپسی و نگرانی از این بابت که اینا پیش زمینه شروع رابطه باشه نداشتم. دیگه مانی چجوری باید خودشو به من ثابت میکرد که من بفهمم آینده من بیچون و چرا با این مرد رقم میخورد و خودمو تمام کمال در اختیارش بذارم. بالاخره مانی با یک دم عمیق ازم جدا شد و با کلافگی و ناله‌ای که به خنده میانداخت منو گفت، باورت میشه لیا، بعضی وقتا خواب این چیزای خوردنی تو میدیدم. از خجالت لبمو به دندون گرفتم و مشتی به سینهش کوبیدم. چیزای خوردنی چیه بی تربیت؟ همین خوشمزه هایی که داری دیگه. البته دیگه مال تو نیستن، مال منن. هرچه که داری مال منه، مگه نه؟ تمام سلولای تنم مال توه. نمیدونم چی از تو لحنم خوند که شیطنت از چشماش پر کشید و با یک لبخند مهربون بوسه ای روی پیشونیم نشوند و گفت، بقیه کارامون بمونه واسه بعد از عروسی. مانی، من هیچ مشکلی هست. میدونم، من که این همه سال صبر کردم، این چند وقتم روش. من اینجوریشم به خاطر به دست آوردن دوباره تو. دلم میخواد از خوشحالی نعره بزنم. میترسم اگه اونم امشب باشه، دیگه قلبم طاقت این همه خوشی رو نیاره و سکته کنم. اما حالا بخت داریم. مهم به هم رسیدنمونه. این مسائل جانبی که تو رده های بعدی قرار میگیره. من چقدر این مرد رو دوست داشتم که مردونه پای
همه سختی ها و مشکلات وایساده بود و کلمه صبر رو برام معنی کرد. بقیه اتفاقات زندگیمون خیلی زودتر از انتظارمون پیش رفت. حتی فردای اون روز با مانی رفتم شرکت و قبل از اینکه حتی با سرخجو روبرو بشم عطای اون کار رو به لغاش بخشیدم. سر و کله زدن با آدمی که به جای مغز گچ تو کله اش بود حماقت محض بود و مسلماً کاظمی خودش میدونست باهاش چی کار کنه. همین که باعث استعفا دادن یکی از کارمندای سطح بالاش شده بود به اندازه کافی گناهش رو سنگین می کرد. از طرفی من با این سابقه 3 ساله و به پشتوانه شوهرم هر جایی که می خواستم می تونستم کار کنم. بعد از اون من برگشتم اهواز و مانی هم رفت تهران. به خاطر من عروسی رو اهواز گرفتیم. به خاطر مادر بزرگ زمین گیر شدم. ولی بعد از عروسی شبونه برگشتیم تهران. 3 سال پیش با کلی خاطره بد و ناراحتی داشتم از این شهر می رفتم و حالا با یک عشق و برای تشکیل یک زندگی جدید. خونه رو هر چقدر مانی اصرار کرد من نذاشتم که عوض کنه. فکر می کرد با برگشتن من به اون خونه یاد خاطرات تلخم بیفتم، ولی من روزای خوب زیادی داشتم تو اون خونه. عشق و توش تجربه کردم. نمیذاشتم اون 5 روز آنقدر قوی بشه که بخواد لحظه های دوست داشتنی زندگیمو برام تلخ کنه. مانی، کدوم دامادی رو دیدی که عروس رو با چشم بسته ببره خونش؟ من همیشه دوست داشتم متفاوت بشم. با خنده گفتم خیلی مسخره ای. وقتی این چشم بند رو برداشتم و دیدم همه آرایشم پخش شده و شبیه زامبی ها شدم، تجربه میشه برات که دیگه از این کارا نکنی. صدای مسخ کنندش رو کنار گوشم شنیدم. من واسه زامبی شدت هم میمیرم. آسانسور وایستاد و دیگه فرصتی برای عکس العمل به این لحن پرهوس مانی پیدا نکردم. با هدایت دستش رفتم تو و طبق حدسی که می زدم درست وسط حال نگهم داشت و بعد چشمامو باز کرد. خونه با چیزی که من تو ذهنم مونده بود زمین تا آسمون فرق کرده بود. تمام وسایل، دکوراسیون شیک و جدیدی که باعث باز موندن دهنم از شدت شگفتی شد. باورم نمیشد آنقدر سلیقه مانی خوب باشه تو انتخاب و دیزاین وسایل. با اینکه هم بابام هم خودم به عنوان جهیزیه به حساب مانی پول ریخته بودیم، ولی بعید میدونستم مانی اصلا به اون پولا دست زده باشه. این کارا مال خیلی قبل تر از ایناست. چیزی که خیلی به چشمم اومد تابلوی نقاشی اهدای من تو روز تولد مانی بود، پس اون موقع پاره اش نکرده بود. دلم داشت برای دیدن اتاق خواب پر می کشید، ولی قبلش چرخیدم سمت مانی که داشت با لذت به هم نگاه می کرد. پسندیدی ملکه من؟ عالی مانی، از این بهتر نمی شه. سلیقه خودت همش؟ یه چشمشو ریز کرد و پشت سرشو خاروند و عین پسر بچه های تخس گفت: دیزاینر هم یک کوچولو کمک کرد. یک کوچولو یعنی تو عملا هیچ کاری نکردی، نه؟ با نیش باز شده ابروهاشو به نشونه نه بالا انداخت و من که دلم ضعف رفته بود براش رونو که پا وایسادم و تند لبشو بوسیدم. ولی مانی فرصت طلب به هم اجازه جدا شدن نداد و بوسمو ادامه داد تا جایی که نفس جفتمون داشت می رفت. با هم رفتیم تو اتاق خواب. اونجا هم همه چیزش عوض شده بود و من چقدر خوشحال بودم که اون تخت و دیگه تو این اتاق نمی دیدم. چون محال بود یک بار دیگه بهش نزدیک شم و یاد اون روز تلخ نیفتم. دیوار اتاق خواب پر بود از عکسای تکیه من و 2 نفریمون. مانی کی وقت کرده بود این همه کار بکنه تو این خونه؟ خیلی قشنگ شده مانی.
تا بیام به خودم بجنبم تو بغل مانی رفتم هوا. قشنگ ترم میشه یه ساعت دیگه. داشت میرفت سمت حموم. چیکار میکنی مانی؟ اول ببرم خانومم و از این حجم سنگین سر و صورتش خلاص کنم، بعد بیارمت بیرون و جوری باهات حال کنم که. با سکوتش ابروهامو دادم بالا و گفتم که یه پنج قلو بندازم تو دامنت. ابروهام از ناراحتی در هم رفت و بغض چسبید بیخ گلوم. چرا مانی باید نقصش رو به زبون بیاره؟ با دیدن قیافه ماتم زدم به جای همون برد گذاشتم رو تخت و حین نوازش صورتم گفت تو ذهن خانوم کوچولوی من چی داره میگذره که قیافش این شکلی شده؟ مانی من دوست ندارم تو هر لحظه حرفی از بچه بزنی. خب مگه چی میشه؟ من بچه خیلی دوست دارم. منظور منم الان نبود، حالا یکی دو سال دیگه. تازه فهمیدم منظورشو، یعنی مانی دوباره میخواست عمل کنه. مانی خواهش میکنم ازت اسم عملو نیار، من بچه نمیخوام، ولی من فقط خودتو میخوام. دلم نمیخواد به خاطر چه میدونم حس مادرانه من باز بری زیر عمل. به خدا من راضی نمیشم. اصلا وقتی یادم میفته همه این بلاها بعد از اون عمل سرمون اومد، دیگه از هرچی عمل بدم میاد. بعد از تموم شدن حرفام قهقهه ای زد که علتشو نفهمیدم، ولی با حرف بعدیش بهتم چند برابر شد. عملی در کار نیست گلم، همون اولی نتیجه بخش بوده که تو آزمایشات بعدی نشون داده. ما دیگه هیچ مشکلی واسه بچه دار شدن نداریم عزیزم. شوهرت از این نظر دیگه اوراقی نیست. من الان یکی از خوشبخت ترین مردای دنیام که به هم ثابت شد. زنم حتی اگه همچین مشکلی هم بود باز منو میخواست. اشکایی که دونه دونه از چشمام سرازیر شد با سرانگشتان مانی مهار شد و جایگزینش شد بوسه های داغی که شاید جای صورتم نشست. بعضی وقتا امتحان هایی که خدا از بنده هاش میگیره خیلی سخته. باید خیلی قوی باشیم، باید خیلی انگیزه داشته باشیم تا بتونیم از پسش بر بیاییم. ولی وقتی بر میاییم میفهمیم که چقدر خدا ما رو دوست داشته که همچین امتحانی برامون گذاشته. میفهمیم شاید خواسته این امتحان بهونه‌ای باشه برای دادن پاداش و موهبتش. مانی بهترین پاداش زندگی من بود. حالا دیگه میدونستم برای لمس خوشبختی لازم نیست حتما دنبال یک اتفاق خارق العاده باشیم تو زندگی. بعضی وقتا مجبوریم خواسته یا ناخواسته روزایی رو تجربه کنیم که بعد از اون معنای خوشبختی برامون عوض میشه. خوشبختی میشه یک لبخند، یک نگاه، یک بوسه، یک آغوش پرمهر. خوشبختی برای من معنی شده تو یک کلمه، مانی. پایان داستان در مسیر خوشبختی.